به نام خداوند بخشنده مهربان، شکننده های روزه، قسم دوم. چهاردهم چیزی که روزه ما را می شکند، اگر روزه دار، هنگام روزه بودنش در گوشش روغن بادام بچکند، روزه‌اش را می شکند. یا اینکه در مقعدش از جانب قفاش یکون داروی را پیش کند، روزه‌اش را می شکند. اما اگر در گوشش آب بچکند، که آب به درایت روزهش نمی شکند. پانزدهم چیزی که روزه رو می شکند این است: یک انسان فراموشتانه روزهش رو خورد، اینجا روزهش نمی شکند، چون که فراموشتانه روزه رو نمی شکست. بعد گمان کرد که من خوردم روزهم رو، بعد قصدن گرفت روزهش رو خورد. این انسان چیکار میکند؟ یک روز قضا میدارد، کفارت نیست. اما یک انسان دیگر پرتافتن روزه را نمیشکند. بعد گمان کرد که روزه هم شکست است، روزهش را برخست گرفت و خورد، این هم یک روز قضا میدارد. اما شخصی که در چشمانش سرما کشید در رمضان، یا که در روی و بدنش روغن مالید، یا که از رگ بدنش خون گرفت و گمان کرد که روزهش شکسته است و برخست روزهش را خورد، ای انسان باشد، هم یک روز قضا و 60 روز کفاره می دارد. چون که در خون گرفتن و سرما کشیدن و روغن مالیدن در روی و بدن، این انیق است که روزه را نمی شکند. در قسمت بالای انسان دچار شک می شد و همون خاطر فقط قضا می داشت. اما در این قسمت هم قضا و کفاره بر او لازم می گردد. هفدهم چیزی که روزه ما را می شکند، روزدار خود به خود قای کند، یعنی بپرتوید. یا اینکه در روز خواب کرد و احتلام شد، شیطان فریبش کرد. یا اینکه به سوی زنش نگاه کرد و انزال منی شد. درست ندانست که همین چیزها روزه را نمی شکند، اینها روزه ما را ضرر ندارند که این ندانست، فکر کرد که روزه شکسته است، رفت و روزه را خورد، این هم یک روز قضا می دارد، چون که دوچار اشتباه شد این انسان. اما اگر این مسئله را بیداند و احتلام شد یا که پرتافت رفت دیده و دانسته خود، هم قضا هم کفاره، یعنی 61 روز روزه بر او لازم می گردد. هجدهم چیزی که روزه ما را فاسد می کند، می شکند، یک انسان در رمضان بدبختی می کند و با حیوان می رسد و انزال می شود، آبش می براید. یا اینکه زنش رو بوسه میکند و آبش میبرد، روزش فاسد میشود و یک روز قضا میدارد. نوزدهم چیزی که روزه ما رو میشکند، مجبور بالای زن جماع کردن. یک انسان بالای زنش باشه یا که یکون زن دیگر، در رمضان اجباراً مجبوراً جماع میکند، خانه‌داری میکند. در اینجا روزه زنم فاسد میشود، نیکی زن یک روز قضا میشود. اما بر این مردی که هجوم کرده است، هم قضا و کفارت، یعنی 61 روز لازم می شود. بیستم چیزی که روزه ما رو می شکند، این کشیدن چلیم است. شخصی با همین کشیدن چلیم عادت داشت و در رمضان هم چلیم می کشد، یعنی برای این هم قضا هم کفارت هر دو لازم می گردد. 21 چیزی که روزه ما را فاسد میکند، یعنی میشکند، یک انسان سفرکی روزه میگیرد و سفر میبراید، کمی میرود، چیزی از مسائل سفرش در خانه فراموش میکند، باز میگردد از نیمی را خانه میآید و روزهش را میخورد، میگد من مسافر هستم، روزهش را میخورد. این انسان هم 61 روز، یعنی یک روز برای قضا 60 روز برای کفارت در گردنش لازم میگردد. السلام علیکم و رحمت الله.